پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان عصر پنجشنبه 12 آبان وارد شهر منامه پایتخت بحرین شد تا نخستین پاپ واتیکان لقب بگیرد که از این کشور عرب حاشیه خلیج فارس بازدید می کند. این سفر اما در حالی انجام می شود که انتقادها از نقض حقوق بشر در بحرین به حواشی اصلی این سفر تبدیل شده است. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری توجه فرمایید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سومین سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس پس از عراق و امارات متحده عربی این بار وارد بحرین شد. هدف از این سفر پاپ فرانسیس که در مدت زعامتش بر کلیسای کاتولیک نشان داد که توجه ویژه‌ای به کشورهای اسلامی دارد، تشویق گفتگوی بین ادیان به ویژه میان مسلمانان و مسیحیان اعلام شده است. کنفرانس گفتگوی صلح و همزیستی با حضور پاپ و علمای الازهر در بحرین در حالی برگزار می شود که انتقادها از نقض حقوق بشر در بحرین به ویژه نقض حقوق شیعیان در این کشور با اکثریت شیعه و حاکمیت تحمیل شده از اقلیت سنی حتی پیش از سفر پاپ به بحرین از حاشیه به متن اخبار کشیده شد. گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر از پاپ درخواست کردند تا درباره اقدامات حکومت سنی بحرین علیه شیعیان، فعالان سیاسی و شخصیت های مخالف واکنش نشان دهد. پاپ آرژانتینی در دوران تصدی خود دیدار با جوامع مسلمان را در اولویت قرار داده و از کشورهای مهم مسلمان مانند مصر، ترکیه و عراق و اخیراً در مرداد ماه از قزاقستان بازدید کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر و 8 گروه حقوقی دیگر روز سه‌شنبه گذشته از پاپ خواستند که علناً بحرین را تحت فشار قرار دهد تا تمام اعدام‌ها را لغو و اتهامات شکنجه و نقض حق محاکمه عادلانه شهروندان را به طور جدی بررسی کند. آنها همچنین خواستار حمایت پاپ از کارگران مهاجر و آزادی چهره‌های مخالف، روزنامه نگاران و دیگر افرادی شدند که پس از سرکوب اعتراضات در سال 2011 هنوز در بحرین زندانی هستند. در این زمینه خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی محکوم به اعدام در بحرین از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستند که در سفر خود به منامه با صراحت از احکام اعدام انتقاد و از حقوق این زندانیان دفاع کند. حال باید دید حاکمیت بحرین که از سال 2011 هزاران نفر از شیعیان و معترضین و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را در دادگاه‌های فرمایشی دست جمعی به مجازات‌های سنگین محکوم کرده، آیا می‌تواند صورت با سیلی سرخ کند و پاپ قسم روباه را باور می‌کند یا دم خروس را؟ سعید بهاری، اخبار شیعه. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از لندن با ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام. هدف پاپ از سفر به کشورهای اسلامی چیه و آیا سفرهای قبلی پاپ به کشورهای اسلامی تونسته مناسبات میان اسلام و مسیحیت رو ترمیم کنه؟ سوال اول شما درباره هدف پاپ، دین مسیحیت دین تبلیغاتیه، تبلیغیه، یعنی مثل دین اسلام. از این نظر هدف همیشه هدف تبلیغی برای مسیحیته، اما ترمیم یافتن یعنی این پروژه را نمیشه گفت ترمیم یافت، چون مسیحیت و اسلام در دو خط متوازی با هم دیگر قدم میزنن. از این نظر نمیشه گفت که پاپ میخواد یک چیز را بازسازی کنه. مثلا پاپ یک هدف دقیقی دارد که هدف پروژه دین ابراهیمی است که سال 2019 در امارات عمل کردش شروع کرد. از این نظر پاپ سال 2021 به عراق سفر کرد تا راه حضرت ابراهیم را، یعنی مثلا خودش ادامه بده. قضیه اصلا به اسلام تعلق نداره، این یک دینه به عنوان دین برادری که حذف ادیان را حساب میکنه، ولی پاپ این را انتخاب کرده که
خودش رهبر این پروژه باشه. قضیه قضیه اسلامی مسیحی هم نیست، قضیه یه قضیه بزرگتره که آمریکا پشت سر اونو و از پولش و عمل کردش از کشورهای خلیج گرفته شده. جناب آقای دکتر، آیا میتوان امیدوار بود که اظهارات پاپ در رفتار حاکمان سنی بحرین تأثیری داشته باشه؟ بله، 100% تأثیر داره، ولی تأثیر مثبت یا تأثیر منفی؟ تأثیر مثبتش برای حکومت بحرینه و تأثیر منفیش بر روی شیعیان بحرینه، چون حکومت بحرین حکومت سنی نیست، حکومت حاکم هست که نمیذاره شیعیان یعنی یه جایی یه زمینه برای حکم داشته باشن. از این نظر بنده اعتقاد دارم که زیارت سفر پاپ به بحرین فایدهش به نفع حکومت بحرین خواهد بود، چون حکومت بحرین الان در قبال قطر که جام جهانی رو داره میخواد یه خورده خود نشانی بکنه، و از این نظر اصلا قضیه شیعه در کار نیست. این سفر پاپ به بحرین برای دفاع از حکومت بحرین است. از این نظر این گروه های حقوق بشر بدبخت که 39 گروه بودن، همشون هم به پاپ گفتن که اعدام‌ها رو بر ضد شیعیان و دموکراسی بحرین رو چیز کنن، همشون حرفای تخیلی بیشتر از واقع بینانه می باشد. جناب آقای دکتر، نقش الازهر در این کنفرانس چیه و آیا الازهر به عنوان مرکز علمای سنی میتونه در برابر کلیسای کاتولیک ارزش ها و مفاهیم اسلامی رو نمایندگی کنه؟ ببخشید، این بنده، این رأی بنده است که پاپ و کاتولیک خیلی بیشتر از ازهر اسلام را میشناسند. یعنی رأی بنده است، اعتقاد بنده است. الان ازهر از زمانی که جمال عبد الناصر ازهر را ضمن کادر کابینه حکومت مصر قرار داد تا کنون، ازهر اون آزادی نداره که بتونه رأی آزاد خودش را به دیگران تحمیل کنه. ازهر یک طرف تمام کننده عکس هست، عکسی که احتیاج به قاب داره، قابش رو ازهر تمام کرده. ازهر هیچ وقت نماینده اسلام نیست تا خودش بتونه رأی اسلام را به پاپ برسونه. پاپ بیشتر از ازهر اسلام را میشناسه و میدونه از کجا میتونه از این ازهر استفاده کنه. شیخ ازهر یک کارمند درجه دوی حکومت مصره که پولش رو از کشورهای عرب و مصر میگیره. هیچ وقت نمیتونه چیزی که بیشتر از القا شده های در ذهن خود را به دیگران برسونه، یعنی نمیتونه اسلام واقعی را به پاپ برسونه. من میخوام از این نظر یه چیز به شما بگم که ما دو نوع نگاه داریم به چیزها، یه نگاه واقع بینانه و یه نگاه تخیلی که ما خوشمون میاد این نگاه به هدفش برسه. واقعا زیارت سفر پاپ به بحرین و کشورهای اسلامی بیشتر به فکر تخیلی ما اثر میذاره تا واقع بینانه باشه. واقع بینانه پاپ اومده تا یک دین برادری غیر از اسلام برای ما انتخاب کنه که ما نه مذهب و نه اسلام و نه اقلیت و اکثریت، بلکه هممون در یک دین برادر شبیه به بهائیت زندگی کنیم. ممنونم از شما. دکتر محمد عیسی خاقانی از لندن با ما بودند.